به نام خدا، به نام ایران، به نام آزادی و به نام انقلاب نوین و رهایی بخش مردم ایران، با ایقان هرچه بیشتر به سرنگونی دیکتاتوری دجال و ضد بشری خمینی که سفاکانه ترین و وحشیانه ترین استبداد تاریخ ما رو تحت لوای دین مستقر کرده، شروع میکنیم و با ایمان به پیروزی انقلاب نوین ایران. یاد بنیانگذاران، یاد شهیدان و یاد اسیران انقلاب ضد سلطنتی و همه خانواده های داغدار به خیر و گرامی. یاد همه پرچمداران، راهبران و قهرمانانی که این انقلاب رو با خون پاک خودشون بنیان گذاشتند، اگرچه خمینی حاصل اون خونها رو و حاصل همه دسترنج ها رو تلاش کرد که سرقت بکنه. یاد بنیانگذاران و شهدای والا قدری مثل محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اسقر بدیزادگان، مسعود احمدزاده، پرویز پویان و بیژن جزنی، قهرمانهای بمب اسشکنی که تلسم سازش و توهم ضرب ناپذیر بودن رژیم شاه رو در هم شکستند، بنبست رو در هم شکستند، علارغم این که اون روز هم مثل امروز میان بازها، فرصت طلبها و آخوندهای ارتجاعی مانع راه بودند و به نحوی از آنها با دیکتاتوری دست نشانده شاه همدست و همکار بودند. به قول پدر طالقانی، این روح راستین انقلاب ضد سلطنتی، آنچنان که بعدها در رسای شماری از شهدای مجاهد خلق گفت، این پرچمداران و پیشتازان کسانی بودند که با خون خودشون راه جهاد و مبارزه گشودند و آنگاه از خون اونها طوفان‌ها و سیلاب‌ها به پا شد و تومار دیکتاتوری شاه رو در هم پیچید. اما در این سال روز، در سال روز 22 بهمن، یک چشم مردم ایران گریان و یک چشمشون خندانه. چشمشون خندانه با یادآوری اون پیروزی بزرگ بر رژیم شاه و قوای سرکوبگرش. چشمشون خندانه به خاطر اون همه همدلی و همنوایی و صمیمیت و شور و جنبشی که سراپای میهن رو در بر گرفته بود. قیامی که تومار حیات رژیم دست نشانده سلطنتی رو تا به ابد در تاریخ ما و در میهن ما در هم پیچید. اما از طرف دیگه یک چشم متاسفانه گریانه. چرا؟ برای اینکه اگرچه به حکومت جبار شاه پایان داده شد، ولی در این حال به دلایلی که به اونها اشاره خواهیم کرد، به شیخ یعنی به خمینی میدان داده شد. ستم شاهی تموم شد، اما شیخ سالاری یعنی حکومت خمینی شروع شد. این نشون میده که در کانون اون بهمن شگرف که اونچنان فرود آمد که دیکتاتوری شاه رو با همه سوابقش در هم شکست، در کانون اون بهمن خودجوش
قفلتی وجود داشت و کمبودی، قفلتی عظیم که همه عقب موندگی ها، ناآگاهی ها و بی سازمانی های پیشین جامعه ما رو برملا می کرد. و مبین این بود که در کانون و در قلب انقلاب ضد سلطنتی یک سازمان رهبری کننده ذی‌صلاح، یک سازمان رهبری کننده واقعی و انقلابی برای انقلاب و همچنین یک رهبری ذی‌صلاح انقلابی وجود نداشت. وقتی هم که صحبت از رهبری می کنیم، یعنی تعیین کننده ترین و مهمترین موضع در هر انقلاب، اما این جایگاه توسط بزرگترین دزد تاریخ ایران یعنی خمینی ربوده شده بود. اگر صحبت از انقلاب می کنیم، پس رهبریش هم می باید فی‌الواقع انقلابی و ذی‌صلاح باشه. اما شیخ ارتجاعی اون جایگاه رو به طور ایدئولوژیک و تاریخی غصب کرد، در جایی نشست که صلاحیتش رو نداشت. ای کاش که می داشت، حرفی نداشتیم و مردم هم به غایت از او استقبال کرده بودند. اما از اونجا که اون جایگاه رو به طور ایدئولوژیک و تاریخی غصب کرده بود، نتیجه همین وضعیتی است که امروز در میهن اسیر ما میبینید. دزد تاریخ ایران یعنی خمینی چندی قبل از این که او رهبری رو برواید، فرصت طلبهای چپ نما سازمان مجاهدین خلق ایران رو در یک مقطع متلاشی کرده بودند. حتی تعدادی از اعضای مقاوم اون رو با شکنجه، با ترور و با سوزوندن جسدهاشون نابود کرده بودند. حال این که در همون زمان هم سازمان مجاهدین خلق ایران تنها سازمان سیاسی نظامی و تنها نیروی دموکراتیک انقلابی بود که در شرایط خاص ایران از پشتوانه ایدئولوژیک، تاریخی و از ظرفیت اجتماعی و تشکیلاتی لازم برای درست کردن یک جانشین دموکراتیک و مستقل برخوردار بود و میتونست سازمان مجاهدین خلق ایران در ارائه یک چنین جانشین برای حکومت شاه همون موقع هم نقش محوری به عهده بگیره و بدین وسیله مانع سلطه ارتجاع و استعمار بشه، سلطه مجدد اونها. به هر حال افسوس و صد افسوس که در خلأ رهبری ذی‌صلاح، در فقدان سازمان رهبری کننده انقلابی و در شرایطی که یک جانشین دموکراتیک و مردمی در کار نبود برای حکومت شاه، لشکر اوباش و اراذل در رهبری خمینی که از این پیشتر در بندوبست‌های استعماری در نفل و شاتو تردستی ها به خرج داده بود، بله لشکر اوباش و اراذل خمینی از راه رسید و شد اونچه که تمامی مردم ایران طعم تلخش رو به سختی چشیدند وقتی که خمینی راهبر و امام شد. در قدم اول کلمه ذهب شد، یعنی کلمه عاری از محتوا و مفهوم شد. کلمه های ارزشمند مثل انقلاب، مثل اسلام، مثل استقلال، مثل آزادی، مثل جمهوری. این کلمه ها پیاپی خار و بیمقدار و مبتذل و بیارزش شدند. خمینی بساط دجالیت پهن کرد و انبوه شارلاتان ها و میوه‌چین های سیاسی و دین فروش های حرفه‌ای
دور کجاوه خلافت و ولایت فقیه سفیانی او را گرفتند. چنین بود که وقتی خمینی رهبر و امام شد، اسم شورای انقلاب را گذاشت. بر چیزی که واقعا شورای ارتجاع بود. دولت موقت تاجر پیشه هم اسم دولت امام زمان گرفت. مدتی بعد اون نمایش های گروگانگیری رو به صحنه آوردند. هدفش اساساً مات کردن نیروهای انقلابی در آستانه رفراندوم قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری خمینی و مجلس بود. بعد همچنان که دیدیم خائنانه ترین قرارداد استعماری تاریخ ایران درست در شرایطی به امضا رسید که بوق و کرنای مبارزه ضد امپریالیستی البته به سبک خمینی گوش فلک رو هم کر کرده بود. ملیت‌های تحت ستم به شدت سرکوب شدند. همچنین اقلیت‌های مذهبی. منطق یا روسری یا توسری در همه جا به وسیله چماقدارهای خمینی به کار گرفته شد. دانشگاه‌ها رو بستند و کودتای سیاه ضد فرهنگی رو اسمشو گذاشتند انقلاب فرهنگی. از راه نرسیده تا همون سال 59 یک قلم 120 میلیارد تومان سود خالص توسط تجار باند خمینی بالا کشیده شد. اما تا بخواین در اوصاف امید مستضعفان جهان نعره زدند، یقه درونی کردند، وحشیانه ترین شکنجه ها رو اسمش رو گذاشتن تعزیر، و تا توانستند تحت لوای دین و مشروعه دست بریدند و چشم درآوردند و سنگسار کردند. روزنامه ها و اجتماعات مسالمت آمیز رو تعطیل کردند، سرکوب کردند. زندان ها و شکنجگاه ها رو در ابعادی 100 بار بیشتر از رژیم شاه بازگشودند. در کنار صنعت پاسدارسازی و پرورش کمیتچی، تروریسم داخلی رواج بی سابقه پیدا کرد. صدور تروریسم به خارجه برای منحرف کردن اذهان هم، منحرف کردن از گسترش تروریسم و سرکوب داخلی اوج گرفت و زمینه جنگ افروزی و این جنگ شد. و بعد به جنگ کثیف و وحشی هم موهبت الهی نام دادند. در حالی که رشیدترین فرزندان این میهن رو بعد از حلق‌آویز یا بعد از تیرباران توی پرچم امریکا میپیچوندند، نگو که خودشون تا خرخره با شیطان بزرگ و رژیم اشغالگر قدس رفته بودند. ای ننگ و نفرین بر این خمینی و شجره خبیثش که پرپر کننده امید و اعتماد شکوفای خلق ایران بود. باشد که با سوزندن ریش و ریشه خمینی و رژیمش، هر دو تا چشم مردم ایران در یک چنین سال روزی روشن و خندان بشه. باشد که با موکب صلح و آزادی، امیدها و اعتمادهای پرپر شده و اون شور شگفت، اون همدلی، اون همنوایی بیمانند روزهای انقلاب ضد سلطنتی با آگاهی و عمقی 100 برابر به کوری چشم خمینی اثر گرفته بشه. راستی که خمینی شومترین ارمغان ارتجاعی و استعماری معاصر ماست. مأموریت تاریخی این شخص رو میشه در یک کلام در خراب کردن انقلاب ضد سلطنتی بر سر نیروهای محرکش، نیروهایی که اون انقلاب رو راه انداختند، و به بند کشیدن مجدد انقلاب و اجتماعمون خلاصه کرد. سوابق زندگی خمینی خیلی شایان تأمل و فی الواقع تردید برانگیزه. این آدم تا 50 و چند سالگی در میدان سیاست حضور چندانی نداشت. در سلک ارتجاعی ترین آخوندهای مشروعچی و در شمار هواداران شیخ فضل الله نوری، خصم علمای صدر مشروطه، خصم آخوند خراسانی،
آخوند طرفدار مشروطه و خصم طباطبایی و خصم مجاهدهای آزادی ستان صدر مشروطه بود. گفتم که در سلک طرفداران شیخ فضل الله بود. بنا به مندرجات یکی از کتابهاش در سالهای بعد از شهریور 1320، فکر میکنم اسم این کتابش کتابی که خمینی نوشته شاید کشف اسرار باشه، خودش نوشته که نه فقط در اون ایام هیچ مخالفتی با اساس سلطنت و حکومت نداشته، همون حکومت رضاخانی، بلکه مؤیدش هم بوده. یعنی دقیقاً در همون زمان هم رو در روی روحانیت مبارز ما بوده. بعد در آستانه کودتای 28 مرداد در سلک افراد آخوند کاشانی به ضدیت با پیشوای نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق برخواسته و هنوز هم چنان که به کرات خودش گفته و میگه از سیلی خوردن مصدق به وسیله دربار شاه و استعمارگران حامی اون شاه شاد و ممنونه. بعد این خمینی در سلک حامی های کودتای استعماری 28 مرداد تا سال 42 باز هم ساکت است و سر به زیر. ولی وقتی که رژیم شاه یک پایه میشه و دربارش چرخش میکنه بیشتر به جانب امریکا برای استقرار دیکتاتوری سرمایه‌داری وابسته و در مقابل انگلیس و پایگاه‌های فئودالی داخلیش دربار شاه اولویت رو میدهد به امریکا، خمینی یک دفعه سر بر می‌داره. از موضع قرون وسطایی، از موضع مادون سرمایه‌داری، از موضع مخالفت با شرکت زنها در انتخابات و مخالفت با تقسیم اراضی بنای مخالفت می‌گذاره. بعدم چنان که می‌دونیم می‌رود به تبعید و سرانجام هم بعد از اون همه دروغ و ریا در پاریس و از طریق پاریس و بعد از بسیاری بند و بست‌های پشت پرده که فقط شمه‌ای از اونها تا به حال آشکار شده، مثل یک بلای عظیم، مثل یک مهنت بی پایان نازل می شود بر مردم ایران. خمینی در ایران چه کرده؟ جز این که می زنه، می بنده، می خوره، پامال می کنه، می گیره، می کشه، می سوزه و ویران می کنه. راستی که اشتهای این خمینی برای خونریزی سیری ناپذیره. همین خمینی که در اون سالهای شاه با مبارزه مسلحانه به قول خودش با جاری شدن خون مخالفت میکرد و هیچگاه هم یک چنین مبارزه ای رو با رژیم شاه روا نشمرد. میبینید که مأموریت و نقش ضد تاریخی این خمینی این بوده است که آتش فشان گدازان انقلاب ضد سلطنتی رو سرد و خاموش بکنه و اون انقلاب رو دقیقاً از همون نقطه ضعفش، به اصطلاح از همون پاشنه آشیلش، یعنی از نقطه ضعف رهبری کنندش، فقدان رهبری ذی‌صلاح، به فساد بکشونه، به انهدام بکشونه و جامعه و تاریخ ما رو به عقب برگردونه. و اگرم تونست حتی میهنمون رو هم بپاشونه. یقیناً خمینی بزرگترین بلیه سیاسی و اجتماعی و مذهبی تاریخ ایرانه. خلاصه بگم آزمایش وجود و لاوجود ایران و ایرانیست که وجود برای ایران و ایرانی حقه یا لاوجود؟
بقا یا فنای فرهنگ و میهن و تاریخ و تمامیت کشور ما، لا جرم به غلبه یا شکست ما در نبرد با این ارتجاع ضد تاریخی مشروطه. پیروز بشویم. بسیار خوب، باقی هستیم و خواهیم بود. اگر خمینی بر ایران چیره بشود و سرنگون نشود، خب این دیگه فنای فرهنگ ماست، فنای تاریخ ماست، از هم پاشیدن میهن ماست. یعنی امروز مردم ایران درگیر سهمگین ترین نبردها و پنجه در پنجه درنده ترین گورگای تاریخ این سرزمین هست. دشمنی که قدرت سیاسی و مذهبی و اقتصادی رو تماماً در یک نقطه، در نقطه خمینی، در چنگ گرفته و اون رو صرف سرکوب خلق ما میکنه. اجازه بدین خودمون با اختصار تمام نظری به بیلان رژیم خمینی در بعضی از زمینه‌ها بندازیم که البته من سعی خواهم کرد تا اونجایی که ممکنه از اعداد و ارقام استفاده بکنم که در رسانه‌های خود رژیم به ترتیب از دستشون در رفته و اعلام کردند. نخستین ماده بیلان حکومت خمینی: کشتار و تیرباران و حلق‌آویز کردن ده ها هزار تن از رشیدترین فرزندان این آب و خاک، طلایه‌داران انقلاب رهایی بخش و نوین مردمی که انبوهی از اونها در زیر سبعانه ترین شکنجه های ضد بشری جان باختند. تا 30 خرداد سال گذشته، سال 64، بر اساس گزارشات مستند و ارزیابی های ارائه شده توسط سازمان مجاهدین خلق ایران، ما تعداد شهدای مقاومت رو حدود 50,000 و تعداد اسرا رو حدود 140,000 تن برآورد می کردیم. ولی ضمن یک سال نیم گذشته مستمرن به گزارشات و نمونه هایی برخورد کردیم که بر اساس اونها تعداد شهدا حالا خیلی بیشتر از عدد قبلی برآورد میشه. به نظر میرسه که دشمن ضد بشری اونطور که از اظهارات مسئولین شکنجهگاه ها و زندان هاش برمیاد، در این فاصله و یا حتی قبل از اون سیاست جدیدی پیشه کرده و در ازای رها کردن گروه‌های از این دستگیر شدگان که در اساس یا اونها رو بی جهت دستگیر کرده بود از اول، یعنی از دید خودش هم تقصیری نداشتند و یا به دلایل مختلف نگهداریشون رو دیگه در زندان مصلحت نمی‌دید، به ازای آزاد کردن اینها زندانیانی رو که خطرناکتر تشخیص می‌داده دسته دسته و هزار هزار به جوخه های اعدام سپرده باشه. بعضی از مسئولین رژیم خودشون در محافل خصوصیشون تعداد اعدام ها رو حدود 70,000 نفر گفتند که 90% اونها تقریبا در کل کشور از مجاهدین هستند. در مورد شکنجه های سبعانه و توصیف ناپذیر که تا به حال بیش از 60 و چند موردش رو با ذکر همه جزئیات شمارش کردیم و منتشر کردیم، علاوه بر مواردی که در پیام‌های گذشته از اونها نام بردم، گاه ما به مواردی برخورد می‌کنیم که فی الواقع مو رو بر اندام هر آدمی راست می‌کنه، پشت رو می‌لرزونه، جگر رو می‌خراشه. فکر می‌کنم چه بسا حیوانات موذی هم تا
طاقت دیدن شکنجه های خمینی رو نتونن بیارند. از قبیل زنده سوز، شکنجه‌ای که در پاییز 64 در شکنجهگاه شهر اردبیل در مورد مجاهد شهید مرتضی قاسمی نژاد انجام شده. دشخیم های خمینی او را زنده زنده سوزوندند. وقتی که خبر به خواهر این مجاهد شهید میرسه، این خواهر در حالی که باردار هم بوده دچار حمله قلبی میشه و به برادر شهیدش میپیونده. جوجه کباب، این هم یکی دیگه از آخرین رهاوردهای خمینی است در امر شکنجه و جنایت. این شکنجه رو در زندان نجف آباد بر روی تعدادی از مجاهدین اعمال کردند. تو این شکنجه اسیر رو در حالت درازکش به میله آهنی درازی میبندند، بعد اون رو روی شعله های آتش میچرخونند. نک بریدن، این هم دیگه نوع جدیدی است از ابداعات دشخیم ضد بشر. مواردی از این شکنجه در زندان قزلحصار دیده شده. در این شکنجه نوک زبون اسیر رو میبرند. چشم در آوردن در آستانه اعدام، این هم یکی از جدیدترین شیوه های رایج در زندان های این جانی ددبنشه. چشم اسیر رو قبل از اعدامش برای پیوند زدن به چشم اون پاسدارهایی که در جبهه های جنگ ضد میهنی نابینا شدند در میارند و بعد نوبت اعدام میرسه. تخت تاشو، این هم مدل دیگری است. اسیر رو با شکم روی تخت میخوابونند، دست و پاش رو محکم به دو طرف تخت میبندند و بعد تخت تدریجاً از وسط به سمت بالا تا میخوره. تو این وضعیت فشار خورد کنندهی به ستون فقرات و مهره های کمر اسیر وارد میشه و شکنجه گاه تا بلند شدن صدای شکستن استخونهای اسیر ادامه پیدا میکنه. و در این شکنجه البته چشم و گوش رزمنده اسیر هم بر اثر فشار وارده پاره میشه و دچار خونریزی میشه. تیربارون در حال اعتصاب غذا، چند نمونش در آذر ماه همین امسال انجام شد. یک قلم در مورد 40 تن از اسرای مقاومت در شکنجهگاه اوین، داغ ننگ پاک نشدنی دیگری بر پیشانی دشمن پلید ضد بشری. اما شکنجه های خمینی در مورد خواهرها و زنهای قهرمان ما هم براستی باور نکردنیست. گویا که از ماف زمیر حیوانی این دشخیم ضد بشر، فقط از این ماف زمیر حیوانی تراوش میکنه. بیگمان یک روز مردم ایران خواهند فهمید که خمینی در اون واحد شکنجه موسوم به واحد مسکونی در زندان قزلحصار با خواهرهای ما چه کرده. فقط از عمق وجود، با تمام توش و توان و از بن استخون سوگند میخورم به شرف خلق قهرمان ایران، به شرف مجاهدین خلق ایران سوگند میخورم که تا وقتی در این جهان یک مجاهد هم زنده است، این رژیم سفاک و عمال خوناشام اون رو با هر وسیله ممکن از بن برخواهیم کند. وحشیگری و جنایت دشمن ضد بشری، البته جز اون که بر قهر و کین سوزان و خروشان مقاومت مسلحانه انقلابی اضافه بکنه، جز این که اراده هامون رو بیشتر صیقل بزنه، هیچ حاصل دیگری برای خمینی و خمینی صفتان درو نخواهد کرد. در تابستون گذشته یکی از وزرای خمینی، مزدوری به نام بهزاد نبوی،
با اشاره تلویحی به همین قهرمانی ها و مقاومت افزاینده مجاهدین در برابر مسیر بی حاصل و آبروباختگی رژیم، تصریح کرد که قهرمانی که درست کرده این مقابل خودمان ایستاده و خلاصی نداریم. پس ای ننگ و نفرین بر خمینی و همه فرومایه ها و دناعت پیشه هایی که آری از درد و رنج و مردم ایران، بلخص در دیار فرنگ، مقاومت مسلحانه و مشروع و عادلانه مردم ما رو به انحاء طرق تروریسم میخونند. یقین داریم که این خیانتکاران فرصت طلب از این خوشرقصی های زبونانشون ترفی نخواهند بست، جز اینکه هرچه بیشتر خودشون رو مطرود و منفور تاریخ و خلق ما بکنند. اجازه بدید بیلان عملکردهای رژیم خمینی رو دنبال بکنیم. 2. سرکوب مستمر ملیت‌های محروم و اقلیت‌های مذهبی و ملی در سراسر کشور. این دومین ماده بیلان حکومت ننگین خمینی است. این سرکوب رو بالاخص در کردستان میشه ملاحظه کرد، که پیشمرگ‌های مقاوم و مردم زحمتکشش از آغاز جز درخواست رفع ستم مضاعف و برخورداری از حق به دست گرفتن اداره امور داخلی منطقه خودشون، جز خودمختاری در چارچوب وحدت و تمامیت ارضی میهنمون، درخواستی نداشتند، گناهی نداشته و ندارند. مردمی که جدای از هر گونه سیاست پیشگی و مذاکره جویی و سازش پذیری ادعی، اغلب مردم به ضرورت حیاتی پیوند مقاومت منطقی با مقاومت انقلابی سراسری وقوف دارند، آیندهشون رو در اون میبینند. این مردم ستم کشیده و بی آلایش در تجربه طولانی و مستمر خودشون خوب دریافتند که دستیابی به حقوق حقشون جز با یک جانشین دموکراتیک و مردمی برای کل ایران بی‌پاسخ خواهد بود. این مردم با تمام وجود از رژیم خمینی بیزارند، متنفرند. همین رژیمی که یک سرکوب رو به اونها تحمیل کرده با خیلی شهادت‌ها، اسارت‌ها، خون خرابی‌ها، دربدری‌ها و کوچ دادن‌های اجباری. البته روشنه که سرکوب ضد بشری خمینی خاص فارس یا کرد نیست. عموم مردم ایران رو از ترک و ترکمن تا بلوچ و عرب زبون و از شیعه و سنی تا مسیحی و کلیمی و زردشتی و پیروان سایر ادیان و مکاتب و مذاهب در بر میگیره و درست به همین دلیل بر همه مردم ایران واجبه که دست در دست هم برای صلح و آزادی، برای استقلال و برای حاکمیت ملی و مردمی علیه دشمن تمامی خلق قیام بکنند. در ایران آزاد و دموکراتیک و پیشرفته، آری از هر گونه تبعیض و ستم مضاعف، همه مردم، تمامی مردم با هر عقیده و مرام، با هر مذهب، با هر طرز تفکر، به جمیع حقوق حق و متساوی خودشون البته دست پیدا خواهند کرد. برویم سر سومین ماده بیلان حکومت خمینی. 3. ادامه و تشدید جنگ ضد میهنی با عراق. مواضع دائما اعلام شده مقاومت ایران راجع به نحوه زمینه سازی این جنگ و چگونگی اوج گرفتنش و قضایای مربوط به صدور بیانیه صلح در دی ماه سال 61
به امضای خود من و نایب نخست وزیر عراق. و مفاد طرح صلح شورای ملی مقاومت و اینکه عراق اون رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای آغاز مذاکرات صلح پذیرفته، فکر میکنم اینها نیازمند تکرار نیست. دائما گفتیم و نوشتیم. همطور فکر میکنم که همه از دیدار صلح در بغداد، ما بین من و رئیس جمهور عراق و اطلاعیه رسمی اون اطلاع دارند و میدونند که من در اون دیدار هم از طرف مقاومت عادلانه مردم ایران تصریح کردم که البته ما هنگامی که قوای عراقی تو خاکمون بودن با اونها جنگیدیم، اما از روزی که عراق در اواخر بهار سال 61، یعنی 4 سال قبل از این که من به اینجا بیام و با ایشون ملاقات بکنم، مؤکدن و مکررن صلح خواهی خودش رو اعلام کرد و به خصوص وقتی که بیانیه صلح رو با ما امضا کرد و به ترتیبی گفتم طرح صلح ما رو پذیرفت، قویاً بر اون بوده و هستیم که هیچ موجبی برای ادامه جنگ باقی نمونده سال هاست و لذا از اون به بعد جنگ دیگه جنگ رژیم خمینی با عراقه، نه جنگ مردم ایران با کشور همسایشون. مردم ایران جنگی ندارن، جنگ خمینی میخواد. تنها طرفی است که خواستار ادامشه. در همین راستا من در پیام 22 بهمن سال گذشته هم باز تأکید کرده بودم که ما به عنوان جانشین رژیم خمینی، به عنوان دولت موقت انتقالی، بر همزیستی مسالمت آمیز با همه همسایه هامون، صرف نظر از ماهیت و نوع رژیم های حاکم بر اونها، بر اساس اصول استقلال کامل، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تأکید میکنیم. ما با هیچ کدوم از همسایه هامون جنگ نداریم. ما میخوایم مستقل باشیم، میخوایم آزاد باشیم، میخوایم خود مردم ایران انتخاب بکنند و هیچ کی تو امور داخلی اون طرف دیگه دخالت نکنه. پس جنگ ما یعنی جنگ هر ایرانی میهن پرست، هر ایرانی آزاده، تنها و تنها با دیکتاتوری ضد ملی و ضد مردمی خمینی است، همون که بیدریغ زوزه جنگ اختناق میکشه. اما در مورد خسارات مالی در طرف ایران، باز هم اعداد و ارقام سرسام‌آور و نجومی است. تا سال گذشته 50 تا شهر و 3000 تا روستا در طرف ایران ویران شده بود و همچنان که میدونید این ویرانی ها به صورت افزاینده هر روز ادامه داره. توی انبوه این خسارت ها فقط خسارت های وارده بر صنایع نفت ما تا پایان سال پنجم جنگ 160 میلیارد دلار می شده. در ایران خمینی گزیده همه چیز یا در خدمت جنگ و یا سرکوب. خمینی این هیولای آدم خوار از بچه های مردم هم نمیگذره. اعزام اجباری دانش آموزها یکی دیگه از ننگین ترین و زشت ترین وجوه این جنگ ضد بشری است. رژیم خودش اعلام کرده که سال گذشته بیشتر از 100,000 دانش آموز، 30,000 هم معلم فرستاده به جبهه. تو این روزنامه ها تصاویر خالی کلاس ها رو دیدیم. حکایت میکنه از پرپر شدن هزارها نوجوان. خودشون هم منتشر میکنن. به راستی چقدر جگرخراش. البته جز برای پیرکفتار خوناشان که لعنت خدا و خلق برو باد. به راستی که این خمینی مظهر قساوت و شقاوته، اون هم قساوت و شقاوت حد اکثر.
میبینین که خمینی میخواد تمام هستی ایران رو توی تنور جنگش بسوزونه. یعنی مسئله جنگ و صلح مسئله هست و نیست اوست. تازگی ها یکی از ایادیش در قم گفت که مردم باید جبهه ها را فعال نگه دارند. آنچه مایه هستی ماست جنگ است. درسته، راستی هم که جنگ مایه هستی خمینی و متقابلا صلح راه گشای آزادی ما مردم ایران. بی جهت نیست که مقاومت عادلانه مردم ما از اول شعارهای استراتژیکی صلح و آزادی رو انتخاب کرده و هیچ وقت هم برای اباطیل میان بازها، چپ نماها و همه پرت افتاده ها از این میهن، با اونهایی که با فرومایگی تمام وجه المصالحه قرار دادن مجاهدین بین ایران و عراق رو پیشنهاد میکردند، پشیزی ارزش قائل نبوده. ما از اول اعلام کردیم تا خمینی هست جنگ و اختناق هم هست و خمینی جز در شرایط ضعف مطلق تن به صلح نخواهد داد. از اینجا میشه به نقش تاریخ ساز شعار صلح که همیشه نسب العین شورای ملی مقاومت ایران بوده راه برد. فهمید شعاری که البته برای مطرح کردنش، شعار صلح، برای پیش بردنش، برای گسترش دادنش در داخل و در خارجه، در سطح بین‌المللی، برای اثبات این که بابا صلح حقه، صلح در دسترسه، خمینی جنگ میخواد، باهای خیلی گزافی پرداختیم. بذاریم بی مبالغه بگم مصیبت ها کشیدیم و خون جگرها خوردیم، خیلی برچسب ها تحمل کردیم تا این طلسم جنگ رو در هم بشکنیم. آخه با همین طلسم خمینی راه آزادی و راه زندگی مردم رو سد کرده بود. در همین نقطه بود که میان بازها، استحالگرها، اونایی که به داخل رژیم چشم دوختند، اونایی که فکر میکنن که از این امامزاده خیری برمیاد، ملیگراهای پوشالی، بقایای این سلطنت مدفون و خیلی از چپنماها در برابر این سیاست انقلابی صلح ما به انحاء طرق برای این تنور جنگ خمینی هیزم شکنی میکردند. در همین جهت و درست رو در روی مقاومت، رو در روی مقاومت مسلحانه انقلابی، خیلی از این بلندگوها و رسانه های استعماری هم که منفعت داشتن تو ادامه جنگ ایران و عراق، اونا که زیر بمبارون نیستن، اونا که جوانشون کشته نباید بشه، بله همین ها، اون هیزم کش ها برای تنور جنگ خمینی رو علیه ما همراهی می کردند، هم نوایی می کردند. یکم روشن تر بگم، این سیاست عملی صلح که تا به حال ما طی کردیم، سیاستی که مشخصا تو شکستن طلسم جنگ بارز شده، چه در اون بیانیه صلح که در پاریس امضا کردیم، چه در طرح صلح شورای ملی مقاومت که جهانیش کردیم، چه در دیدار صلح در بغداد، این سیاستی که از این حلقات عبور کرد و جا افتاد و حمایت به دست آورد و جهانی شد با خیلی مرارت ها البته، و مخصوصا در داخل ایران وسیع ترین حمایت های مردمی رو به دست آورد، این سیاست از کجا سرچشمه گرفت؟ به نظر من از هوشیاری و از سرشت ضد بهره کشانه، ضد چپاولگرانه انقلاب نوین ایران، از شجاعت سیاسی این مقاومتی ناشی شده بود که شهداش رو میبینین، اسراش رو میبینین. این مقاومت قبل از هر چیز مرزهای تاریخی خودش رو با این ارتجاع
و با بورژوازی استثمارگر، چه تو اشکال سنتی، چه تو اشکال چپ نمایانش، در تظاهرات و رگه های چپ نمایانش. این مقاومت مرزهاش رو اول با اینا جدا کرده بود. یک، چنان ارتجاع و چنان بورژوازی چپاولگری که هیچ وقت توی طول تاریخ معاصر جرأت نداشته، جسارت نداشته خودش رو تام و تمام از جنگ‌های غیر عادلانه جدا بکنه. خب همینه دیگه، هیزم کشی میکنه دیگه، تنور جنگ رو میتابه، چون که جرأت نداشته خودش رو از این جنگ‌های غیر عادلانه که عرضه میشن تو پوشش‌های ملی وطنی جدا بکنه. اما این مقاومت انقلابی، مقاومتی که رزمندگانش رو میبینید و میشناسید، زنده هاش رو یا شهداش، از نظر تاریخی به لحاظ ایدئولوژیک خیلی خالص‌تر، خیلی مردمگراتر و جسورتر از این بود که بیاد تو چنین دامی گرفتار بشه. این دام رو خمینی درست کرده بود. برای برخورداری از جسارت تلسم شکنی و بومبست شکنی، البته که فرد و سازمان میباید خودشون رو پاک و پاکیزه بکنند از نظر ایدئولوژیک، میباید در اندیشه و در عملشون و در ایدئولوژیشون هر عنصری از اون ارتجاع و استثمار و طبقات استثمارگر هست اون رو پاک کنند، بزدایند، ذوب کنند تا بتونن این راه رو برند. شنیدین که مجاهدین زیاد از این انقلاب درونی ایدئولوژی که خودشون صحبت میکنند. این انقلاب در اواخر سال 63 توی مجاهدین البته از مسئله رهایی زن شروع شد. زنی که میدونین خمینی چه به روزگارش آورد، اصلا انسان متساوی به رسمیت نمیشناسه. توی برخی کتابای درسیش میگه موجودیست، هرچی که خمینی به مردهای ما کرد به زنهامون که چند برابرش رو کرده، به طور مضاعف کرده. برای حل تشکیلاتی و اجتماعی همین مطلب، انقلاب درونی مجاهدین از رهایی زن آغاز شد. ولی راه برد به بازشناختن نقش رهبری، ضرورت رهبری، نقش تعیین کننده رهبری در همه انقلابات، از جمله مثل همین انقلاب ضد سلطنتی که رهبریش رو خمینی رو بود. مگه مردم مایه کم گذاشتن؟ مگه فداکاری کم کردن؟ مگه راهپیمایی کم کردن؟ مگه شهید کم دادن؟ مشکل در کجا بود؟ در چی بود؟ مگه به خمینی اعتماد نکردند؟ مگه براش فرش خون پهن نکردند؟ مگه اون همه به استقبالش نرفتند؟ چی خواست که خمینی ندادند؟ فی الواقع مردم از چی دریغ کردند؟ پس بابا رهبریش خراب بود. مردم چه تقصیری داشتند؟ باید ما هم بی‌تعارف به اینجا می‌رسیدیم. باید به مردم می‌گفتیم که بابا مشکل و مسئله در رهبری بود و هست. همینجا رو درست کنیم، اوضاع درست خواهد شد. خب. پیام نهایی این انقلاب درونی و عقیدتی مجاهدین هم بازشناسی بیشتر این اهمیت و ضرورت مسئله رهبری بود و نقش تعیین کنندش در همه انقلابات و از جمله در مورد ما. بنابراین از رهایی زن شروع شد، پیام نهاییش هم در یک کلمه این بود. اما این همین انقلاب درونی
یک مضمون اجتماعی و سیاسی داره. یک مضمون اقتصادی اجتماعی هم داره. به عبارت دیگه یک مضمون طبقاتی هم داره. و اون این است که این مجاهدین اگه میخوان این راه رو برند، در معرض رگبار توطئه ها و رگبار تیرهای مسموم و زهرآلود میبایستی خودشون رو از این عنصر بورژوایی استثمارگرانه و چپاولگرانه در عمل و در نظر، در اندیشه و در پهنه های مختلف تشکیلات خودشون، استراتژی خودشون و تاکتیک های خودشون پاک بکنند، پاکیزه بکنند. اگر 10 سال 15 سال پیش این مجاهدین از عنصر ارتجاعی خمینی گرایانه عقیده خودشون رو پاک نمی کردن، خب اینا می آمدن روز اول می رفتن با خمینی تا آخر مثل این هایی که رفتند، حالا چه آگاهانه یا چه ناآگاهانه. اما چون پیشا پیش اندیشه و ایدئولوژی خودشون رو از عنصر ارتجاعی خمینی گرا و خمینی گرایانه پاک کرده بودن، تو دام خمینی نیفتادن. از روز اول دیدیم، ما گفتیم آقا ارتجاع خمینی دشمن مردم ایرانه. اینطوری بود که 30 خرداد خلق شد، اینطوری شد که حماسه عاشورای 19 بهمن اشرف و موسای مجاهدین خلق شد. اگر قرار است این تلسم شکنی ها رو بکنیم و راه رو در آینده هم همچنان ادامه بدیم، میباید که ابتدا در درون خودمون انقلاب میکردیم و خالص و خالصتر میشدیم از هر عنصر چپاولگرانه و استثمارگرانه، ارتجاعی و بورژوایی. و الا چطور میشد تو این دجالیت، تو این شب تیره و تار، یه روز بلند شد گفت مرگ بر خمینی، شعار مرگ بر خمینی رو، طرف مرجع بوده، 6 میلیون اومدن استقبالش، ولی دجال بوده، ملت نمیشناختنش. بدون چنین جسارت و طهارت عقیدتی چطور میشد هم گفت مرگ بر خمینی، یا چطور میشد این طلسم رو شکست؟ بله، پیام نهایی انقلاب ایدئولوژیکی و درونی مجاهدین، بازشناسی ضرورت و اهمیت و نقش تعیین کننده رهبری در دگرگونی ها، تحولات و انقلابات اجتماعی بود که برای ما از رهایی زن آغاز شد. در این حال مضمون اقتصادی اجتماعی این انقلاب درونی، پالایش و طهارت هرچه بیشتر در برابر عنصر استثماری در کسوت‌های مختلف طبقاتی بود. از بیلان ننگین حکومت خمینی که فکر میکنم این وضع آموزش پرورش و فرهنگ و هنر و مطبوعات و اینها اصلا دیگه نیازی به توصیف نداره. از اون کودتای سیاه ضد فرهنگی، از انبوه تصفیه های ارتجاعی، از سانسور کتاب های درسی، از تحریف این حقایق تاریخی تو کتاب ها، از گسترش ارگان های ارتجاعی و سرکوبگر در دانشگاه ها و در آموزش و پرورش و در مدارس، همه مطلعند. بعد از باز شدن دانشگاه ها تو چنبره افکار سیاه خمینی، همیشه 1% چشمگیر ایادی رژیم و ارگان های سرکوبگرش به کلاس های درس تحمیل شدند. آخه خمینی واقعا خصم علم، دشمن فرهنگ و ضد آشتی ناپذیر آگاهی و آزادیه.
افزایش شگفت‌انگیز انواع و اقسام مفاسد و بلاهای اجتماعی. این هم نکته است بسیار چشمگیر در بیلان حکومت خمینی. مفسده های زنجیره‌ای ناشی از جنگ و اختناق و ناشی از بیکاری. تحقیر و سرکوب مضاعف زنان. این دیگه یک فاجعه ملی است. یک فاجعه تاریخی است. برگی است بسیار ننگین در حاکمیت خمینی. این واقعیت رو هر روز توی کوچه ها، توی خیابون ها، از مسئله حجاب گرفته تا انواع آزار و اذیت ها و توهین ها، خودتون به چشم میبینید در مورد زن ها. توی قانون اساسی خمینی هم حق ریاست جمهوری و ولایت و قضاوت هم که رسما سلب شده از زن. و فی الواقع شگفت انگیزه که تو این شرع ناپاک خمینی حق تیربارون شدن زن داره، حق شکنجه شدن داره، حق شکنجه تا سرحد مرگ داره، حق حلق‌آویز شدن داره، حق تیربارون در حالت بارداری داره، حق استثمار شدن در کار و تبدیل شدن به مقوله استثمار جنسی داره. خیلی هم بیشتر از مرد همه این حقوق براش به رسمیت شناخته شده. بی‌دریغ هم اعمال میشه توسط این دژقیم ها و قضات ضد شرعی. اما از این تساوی در جاهای دیگه خبری نیست. در هر کجا که مربوط به اعتلاء و رهایی زن خبری نیست. چون تو این شرع و مرام حیوانی خمینی و دار و دسته فرومایش زن مگر چیزی غیر از یک مقوله جنسیه؟ همون مرام و مسلک ننگالود ارتجاعی که فی الواقع مبین حزیز بی‌ناموسی عقیدتی و وجدانی است. به دژخیم ها و اراذل خمینی، مخصوصا به شکنجهگران خواهران و زنانمون اخطار میکنم، دیر یا زود شعله های خروشان خلق، شعله های خروشان خشم خلق دامنگیرشون خواهد شد. راستی که بار خمینی زدگی و خمینی گزیدگی بر ذهن ها و بر قلب های همه ما سنگینی میکنه. گفته بودیم که خمینی مظهر همه عقب ماندگی ها، مظهر همه رسوبات جاهلی و فوران عفونت مستتر در لابلای همه لایه های زیرین تاریخ و جامعه ماست. مظهر چنین عفونتی است، فوران چنین عفونتی است، عفونتی که مستتر بوده در لابلای لایه های تاریخ و جامعه ما بیرون زده. اما آیا تمام تاریخ و هویت ملی و میهنی ما همینه و به خمینی ختم میشه؟ هرگز، ابدا. خمینی و رژیمش و فرهنگش و چه میرنده و رو به احتضار این تاریخ و این میهنن. We'll be right back.